صحبت در این بود که این بسم الله به چی متعلق است، که چند احتمال بود که عرض کردیم. و اساس سلام علیکم، اساس فهم بعضی از این مسائل این است که انسان این رابطه ما بین حق و خلق را بداند، که این چه نحو رابطه است. البته ماها به طور توتیواری اکثرا یا با قدم برهان، اون قدم بالاترش مال کسان دیگر است. ربط موجودات به حق تعالی اینطور نیست که موجودی به یک موجود دیگری ربط داشته باشد، مثلا ربط پدر به پسر، پسر به پدر. یه ربطی است که موجودی مستقل به موجودی مستقل رابطه هم بینشون هست. ربط شعاع شمس به شمس هم با اینکه یه ربط بالاتری است، بازم شعاع شمس با شمس یه قیلتی دارد و یک ربطی است، ربط موجودی به یک موجود دیگر. ربط قوای نفس مجرد به نفس این هم یک ربط بالاتر از ربط شعاع شمس به شمس است. لیکن معذالک ربط قوه باصره به نفس، قوه سامعه به نفس، باز یک نفع تغایری کثرتی هست. و اما ربط موجودات به مبدأ وجود به حق تعالی نمیشد از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حسابش کرد، برای اینکه تعبیرات هم در کتاب و سنت گاهی همین معنای ربط را اون معنایی که هست افاده می فرمایند. تجلل ربه للجبل، به تجلی تعبیر می شد. و به نور وجه کالذی تجلیت للجبل فجعلته دکا، در آیه سمات. تجلا ربه نور وجهک الذی تجلیت، الله یتوفی الانفس حین موتها، ملک الموت توفی میکند. به انسان هم که کسی را بکشد باز گفته میشد که او کشته است. و ما رمیت از رمیت،
ما رمیت و رمیت رمیت و ما رمیت یک تجلی است یک نور است و اگر این معنی را ما به برهان یا به طور توتیواری ادراکش بکنیم اون وقت در این آیات شریفه بعضی از مسائل معلوم میشه. در احتمال اولی که دادیم که هم جمیع محامد باشد متکثر به نحو کثرت ملاحظه بشد، اسم هم به طور کثرت ملاحظه بشد، که در اون احتمال این بود که هر حمدی که واقع میشد نمیشد واقع بشد الا برای حق تعالی، برای اینکه هم به جلوه ها واقع میشد، جلوه واقع میشد و جلوه همون ظهور اوست، بالاتر از ظهور شمس در شعاع است و ظهور نفس در سمع و بصر. در این حالی که حمد برای مظاهر است، اسماء متکثره برای خود حق تعالی است. در احتمال دوم هم که گفتیم حمد حمد مطلق باشد و دنبالش گفته شد که عکس اونجاست، هیچ حمدی از حامد برای او واقع نمیشد، باز روی این زمینه که این مظاهر ظهور همون است، روی این مطلب که ولو این که حمد برای مظاهر واقع میشد، حمد مطلق از ما واقع نمیشد و برای مطلق واقع نمیشد، لکن از باب این که تمام این کسرات مزمحل در اون موجود مطلق هست، باز هم داره او واقع میشد در نظر کسرت و نظر وحدت فرق میکند. در نظر کثرت به حسب این احتمال ثانی هیچ حمدی برای وجود مطلق واقع نمیشد و به نظر اضمحلال کثرات در وحدت باز همه حمد برو باقی میشد. بنابراین وقت به حسب این دو تا احتمال آیه شریفه از اول تا آخر معانیش فرق میکند، به حسب اینکه حمد استغراق باشد، کل حمد باشد و اسم اسماء متکثره کل موجودن اسم، اون وقت الله و رحمان و رحیم که در بسم الله واقع شده است معانیش با الله و رحمان و رحیم به حسب اون احتمال دیگه فرق می‌کند. اسم ظاهر است و هر اسمی با اسم دیگر فرق دارد و مرتبه کثرت است ملاحظه
مرتبه کثرت است، در ملاحظه مرتبه کثرت الله که وصف این اسم است و اسم الله است، لکن در مقام کسرات، در مقام تفصیل این الله تجلی حق تعالی به اسم اعظم است، تجلی در موجودات به اسم اعظم، رحمان تجلی به رحمانیت است در مقام فعل و حال که رحیم. رب العالمینش هم با ایاک نعبد و باز همینطور با احتمال دیگه فرق میکند. در احتمال ثانی که الله که حمد حمد مطلق باشد، حمد بدون هیچ قید باشد، اسم الله رحمان رحیم تا آخر سوره باز فرق می‌کند. اونجا اسم همه موجودات بودن، هر موجودی اسم بود، در هر عملی اسم معناش فرق داشت با عمل دیگر. اینجا که حمد مطلق است، حمد مطلق به اسم، به اسم الله رحمان رحیم، حمد مطلق مال الله است، حمد مطلق با اسمی که اسم ظهور مقام ذات است، یعنی در مقام اسماء الله در مقام ذات، الله اسم جامع مقام ذات است نه مقام ظهور. اسمم جلوه همون است، رحمانم رحمانیت مقام ذات، رحیمم رحیمیت مقام ذات است، ربم همینطور و هاکسون.